وقت شما بخیر. گزارش های تایید نشده درباره استفاده نیروهای روسیه از سلاح شیمیایی و گاز سارین در حمله به شهر محاصره شده ماریوپول منتشر شده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که ممکنه نیروهای روسیه در جنگ از سلاح شیمیایی استفاده کنند. پنتاگون و بریتانیا هم وعده دادن در این مورد تحقیق میکنند. همزمان پوتین امروز اعلام کرد مذاکرات صلح اوکراین به بنبست رسیده. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر را بررسی میکنیم، اما ابتدا همراه میشیم با بهنام دارایی زاده، حقوقدان و روزنامه نگار از تورنتو. آقای دارایی زاده، اگر که روسیه از سلاح شیمیایی و مشخصا از گاز سارین استفاده کرده، چه عواقبی میتونه داشته باشه از نظر حقوق بین الملل و چطور میشه الان شواهد لازم رو جمع کرد برای بله، ببینید واقعیت اینه که ماهیت حقوقی آنچه که طی این 24 ساعت، نه فقط این 24 ساعت، در آغاز از آغاز حملات روسیه در اوکراین گزارش شده، مصداق روشن جنایت جنگی است. گزارش های 24 ساعت اخیر هم حتی اگه بگذاریم کنار، حملات مکرر و بمباران های موشکی به اماکن غیر نظامی و تاسیسات غیر نظامی و استفاده از تسلیحات نامتعارف از مصادیق روشن جنایت جنگی هست. جنایت جنگی و همینطور این در واقع ارجاوی یا برآورد شخصی من هم نیستش. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ICC در همون هفته‌های اول گفت گزارش‌های مستندی داریم که همچین اتفاقاتی در اوکراین رخ داد. اینها مصادیق و همینطور تجاوز، یعنی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز، از مصادیق در واقع در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی لاهه قرار می‌گیره. اما پرسش محوری، پرسش اساسی این هستش که چگونه میشه پرونده رو در ICC مطرح کرد؟ واقعیت هم این است که نه روسیه و نه اوکراین هیچ کدوم عضو ICC یا دیوان کیفری بین الملل نیستن. به این اعتبار شما نمیتونید نظامیان روسیه یا شخص پوتین رو در ICC یا در دیوان تحت پیگرد کیفری قرار بدید. راهکارهای حقوقی به این معنی خواهد بودش که از طریق شورای امنیت ارجاع بشه. اما خب میدونیم که روسیه حق وتو داره و اساسا امکان این که پرونده ای از شورای امنیت به ICC یا دیوان کیفری بین الملل ارجاع بشه وجود نداره. اما اینها به لحاظ حقوقی هستش. ماهیتش این اتفاقی که افتاده جنایت جنگی هستش و امید هستش که در آینده سازوکارها و مکانیزم هایی برای پیگیری کیفیت وجود داشته باشه. در حال حاضر واقعیت اینه که خیلی خیلی دشوار به نظر میاد که بشه کاری کرد. بهنام دارایی زاده، حقوقدان و روزنامه‌نگار از تورنتو، ممنونم از شما. اما امین الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل، اینجا در استودیو با من همراه. آقای حبیبی، پیشتر ناتو گفته بود که اگر روسیه از سلاح شیمیایی استفاده کنه یا از سلاح اتمی استفاده کنه، اقدام متقابل خواهد کرد و دست به حمله میزنه و درگیری شروع خواهد شد بین این دو نیرو. چقدر احتمال داره در صورت ثابت شدن این، ناتو بخواد عملیاتی علیه روسیه بکنه مستقیما؟ اول اینکه این ادعایی که میشه ثابت نشده، هیچ کی تایید نکرد، حتی آقای زلنسکی تایید نکرده. گروه یا لشکر آزوف که این رو ادعا کرده هنوز معلوم نیست، کسی در غرب هم تاییدش نکرده، بنابراین هنوز معلوم نیست که این حمله انجام شده یا نه. در صورتی که چنین حمله انجام بشه، به نظر من ناتو در شکلی که وارد جنگ مستقیم بشه با روسیه، احتمالاً چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. شاید میکانیزم های دیگری باشه، سلاح دادن به اوکراینیا، کمک به اوکراینیا که بتونن از خود دفاع کنن یا در مقابل این سلاح ها. مسئله اساسی اینه که روسیه حالا که در کیف شکست خورده، شکل کیف رو نتونست بگیره، برگشته به سمت دانباس، به سمت شرق اوکراین و احتمالاً در هفته های آینده متاسفانه جنگ های شدیدتری خواهد بود، برای که 9 می در پیش هست، روز پیروزی شوروی سابق بر نازیای گذشته، و حالا به قول آقای پوتین نازیای جدید رو شاید بخوان یک جوری شکست بدن، ماریوپول رو بگیرن، تصفیه کنن. هنوز تصفیه نشده، هنوز نتونستن کامل بگیرن. بنابراین جنگ های شدید احتمالاً در منطقه دونباس در پیش باشه. قسمت های از نیروهای هودن 4-5 هزار نیروی اوکراینی که در اونجا هستن، اینا رو میخوان محاصره بکنن. نیروهای روسی بسیار زیاد هستن و نیرو میتونن بیارن. هم اکنون یک نیروی 12-13 کیلومتری در راه که برن اونجای نیروها رو محاصره کنن. بنابراین این جنگ هایی در پیش خواهد بود، ولی مسئله عرض کنم که استفاده از سلاح های شیمیایی تا هنوز از سوی هیچ طرفی تایید نشده. بله، ولی تحقیقات در موردش شروع شده و باید ببینیم که نتایج اونها چه خواهد بود.